د ټاکنو کمیسیون ډیجیټل سنټر ته تیره شپه ځانګړي ځواکونه ننوتلي. د ثبات او همکارۍ ټکنیز ټیم ادعا کوي چې تیره شپه د ځانګړي قطعي ځواکونه د مشخص ټیم او ټاکنو کمیسیون په همکارۍ ډیجیټل سنټر ته ننوتلي او د دې مرکز قلفونه یې مات کړي دي. د عبدالعبدالله په مشرۍ دغه انتخاباتي ټیم وایي چې په دې کار د کمیسیون دارالانشأ ریاست او امنیتي مسؤلان دخیل دي او باید د اړوندو چارواکو دندې تعلیق شي او تر پلټنې لاندې ونیول شي. دغه انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي که دغه مسله ونه څېړل شي خپل ناظران به له کمیسیون څخه راوغواړي، خو د ټاکنو کمیسیون او کورنیو چارو وزارت دغه ادعاوې رد کړي دي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي باز ګورئ. په نن کې د ټاکنو کمیسیون پر ډیجیټل مرکز د برید ادعا څېړو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه باس وکړي. د ثبات او همبالنې ټاکنیز ټیم ویان نصرالله مصدق او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان مصطفی اریا ستریم شه مطلب د باسل تاسو خپل کوم ادعا چې تاسو د ټیم لخوا مطرح شوې ده د کوم دلایلو له مخې؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام خدمت شما شاکر صاحب، خدمتی آریایی صاحب هم سلام تقدیم میکنم و همچنان به بینندگان محترم تلویزیون. ساعت 9 شب دیشب گزارش هایی از طرف ناظرین ما به ما رسید که قطعات خاص یا CRU به داخل کمیسیون حضور پیدا کرده و حضور چشمگیرم داره و شایعه هم اونجا منتشر شده که گویا حملات انتحاری میشه و انتحاریون وارد ساختمان وارد محوطه کمیسیون مستقل انتخابات شده. از طرف دارالانشأ کمیسیون به ناظرین، کارمندان و مشاهدین، همه کسانی که اونجا بوده گفته میشه که شما ساحه را ترک بکنید که اینجا مورد حمله قرار گرفته یا اینکه مورد حمله قرار میگیرد. بنابراین ناظرین و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ساحه را ترک میکنه و بعد از نیمه های شب قطعات خاص متاسفانه با هدایت خوشحال سادات وارد مرکز دیجیتال سنتر میشه و دروازه مرکز میشکنه. بعد از اینکه واقعا اتفاق میفته ناظرین مسلکی ما وارد ساحه میشه تا قضیه را از نزدیک بررسی بکنه که آیا چنین چیزی اتفاق افتاده یا نیفتاده. به شمول رئیس عمومی ستاد مرکزی ما جناب عثمانی به داخل کمیسیون اونجا حاضر میشه، میبینه که با چشمان خودش میبینه که این مرکز مورد حملات قرار گرفته، مورد حمله قرار گرفته و دروازه دیجیتال سنتر یا سرور مرکزی شکسته شده. بنابراین امروز در کنفرانس خبری هم بازتاب یافت و ما امیدواریم استاسون از سه هدف لپاره با دغه کار شوی ویست است. چرایی و چگونگی هنوز مشخص نیست، ولی به صورت یقینی ما گفته میتونیم که یک نیتی بدی پشت سری حمله وجود داشته و چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که تلاش بوده تا سرور مرکزی را مورد دستبرد قرار بده. احتمال بعدی این است که ممکن است توسط حافظه یا میموری هایی که نه همراه خود داشته یک تغییراتی در دیجیتال سنتر وارد بکنم. احتمال سوم هم ممکن است مهندسی دیتاها بوده باشم. یعنی فکر کوي چې د دغه اهداف لپاره د دغه سی یو نظامی برید ته ضرورت وي؟ ما حرف ما پرسش ما همین است که اصلا قطعات خاص یا CRU به چه هدفی وارد کمیسیون مستقل انتخابات میشه؟ اونجا نه مرکز نظامی هست، نه تارگیت دشمن است و نه اونجا مورد حمله دشمن قرار گرفته. اگر ناظرین اینا دشمن میبینه خونا را میشد با نیروهای پلیس، نیروهای عادی پلیس که اونجا حضور دارن میتونست با اینا را هدایت بده و مانع شود. اگر کدام قضیه در این زمینه بودم، نیروهای خاصی که باید با با حملات انتحاری، با حملات تهاجمی دشمن مبارزه بکنه، اصلا چرا وارد کمیسیون میشه؟ خب وقتی وارد کمیسیون میشه به یک مرکز حساس به نام دیجیتال سنتر یا مرکزی یا سرور مرکزی اینا چرا نزدیک میشه؟ چی وظیفه اینا؟ یا پختنه دارم دامشته تردی وقت پوره چی ممتاز دا باز کهو د کوم بل انتخاباتي ټیم لخوا دغه سیدا ما نه دلیدلی چې هغوی هم دغه سیدا کړي وي، ځکه چې هلته ستاسو د ټیم ناظرین هم شته، موږ سره د دولت جوړونکي د ټیم ویان هم ناست دي چې هغوی به هم خپلې څرګندونې ولري. نورو ټیمونو دغه سیدا نه ده کړې، په داسل کې چې د هغوی ناظرین هم هلته شته، دې دلیل څه دی؟
خب اونا را باید از خودشان بپرسید، ولی شاهدینی عینی ما و ناظرین ما و مخصوصا تیمی را که ما اونجا روان کردیم، این تیم با چشم خودشان دیده که اتفاق رخ داده. حالا اگر شکی وجود داره، نهادهای بی‌طرف باید بررسی بکنه که چنین واقعی رخ داده است یا نداده. استاد نظرین سوی علت لسوهنه موشوه علت ویل شوید چه قلفون مات شوی کسان از من بدیر راپور که در مولانا عبدالله لقوله ویل شوید چه دیو دالی زیاواز یا قلف مات شوی در مولانا عبدالله لقوله ویل شوید کل چه قلف یا قلفون شی دست بردم شوید اساس بید؟ قلف شکسته، دروازه شکسته و اونا دو سه ساعت اونجا حضور داشته، وارد دیجیتال سنتر شده، مرکز سرور مرکزی را اونا حق دید و بازدید هیچ کسی نداره، هیچ ناظری حتی ندارد و حتی کارمندان پایین رتبه کمیسیون مستقل انتخابات هم یک مرکز بسیار حساس و مهم است. اولا پرسش اساسی این است که در یک مرکز امن که از طرف پلیس، از طرف 4-5 نهاد امنیتی اونجا کنترل میشه، قطعات خاص با چی حق اونجا وارد میشه؟ اینا باید رهبری قطعات خاص و مخصوصا معین ارشد امنیتی وزارت داخله در این زمینه پاسخگو باشد، چگونه نیروهای تحت فرمانش، این نیروها وظیفه اصلی یا فلسفه وجودی تشکیل اینا مبارزه با تروریست است. داخله وزارت لخوا دا مسئله رد شویده، اگه وی چه علتا یوازی پولیس موظف دی چه دا پا بیرون که دا دغه نهاد امنیت وساتی دا انتخابات و دا کمیسون، یعنی من چه تومره پختنه کرده دا رنه چار وزارت نگوی دا مسئله نمانی؟ خب اولا هیچ مجرمی جرم خود را نمیپذیره، ثانیا اگر چنین چیزی وجود ندارد کامره های امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات هست، اونجا تصاویر و عکس های اونا را برداشته و اینا هم میتونن از این طریق قضیه را پیگیری بکنه کمیشنران و کمیسیون رهبری کمیسیون مستقل انتخابات. اگر ادعای واهی بود هم مشخص میشه، اگر ادعای حقیقت بود واقعیت چنین چیزی رخ داده بود باید معین ارشد امنیتی وزارت داخله مشخصاً تاسو وای چه ده حکومت یا تاسو ده امنیتی معین نم هم اخلی کم انتخاباتی تیم باندې هم ادعا لری چه دلته دلاس ولری؟ خب ما یعنی چشمدید خود را بیان کردیم، اونچه را که دیدیم، اونچه که واقعیت داشتم ما مطرح کردیم، ابراز کردیم. حالا اگر چنین چیزی واقعیت نداره، نهادهای بی‌طرف میتونه بررسی بکنه، اگر واقعیت داشت خب باید اینا به سرانوالی معرفی شه، موردی محاکمه و مجازات قرار بگیره. هدف ما فعلا این است که واقعیت افشا شوه و افشا هم شده که بعد از این هیچ نهادی که در کمیسیون وظیفه ندارد و مسئولیت ندارد نباید با سلاح و با او مخصوصا یک نیروی امنیتی خاص که وظیفهش اصلا وارد شدن به داخل کمیسیون نیست وارد ساحه شود و به یک مرکز حساسی کمیسیون مستقل انتخابات ناوارد شود در وزاره بشه. راگرزم بیام تست اریاسه استاسو نظرین هم به انتخابات کمیسیون کشتا و داغ طول بهیر لنگدی ساری داغ ادعا چه دو سبات هم پالنگ تیم لخواکی گی استاسو نظر سر دولده لومبرای تاسو تا تاسو درانه ملما و لیدون کو تا خپل سلامون اونی که هیلو برانده کهو ما بیپنین باسی که امی مورد رکینا ادعا میکنن دیشب گویا قفل ها شکستا شده و افرادی رفتن داخل مرکز سرور مرکزی انتخابات شدن، این هم کمیسیون انتخابات به جدیت رد کرد و هم وزارت داخله هر نوع مداخله را در بس رد کردن. اینا اگر به نهادهای انتخاباتی باور دارن و باور به این دارن که نهادهای هر دو نهاد کمیسیون های انتخاباتی مستقل هستن و به استقلالت از اونا باور دارن، اینا باید از مرجع قانونی می رفتن مراجعه می کردن به کمیسیون سم شکایت خودشان اونجا می بردن تا اینکه می آمدن باز یک کنفرانس مطبوعاتی گرفتن و باز مسئله را بسیار جدی ساختن، باز بدنامی ایجاد کردن و بدنام ساختن کمیسیون ها. بحث ما ایست که همه سناریوها و همه بازی را که ثبات و همگرایی دنبال میکنه از قبل از انتخابات تا به امروز این بر مردم افغانستان آشکار شده که اینا حتی قبل از اینکه کمپاین ها شروع شود میگفتن که خب انتخابات مهندسی میشه و تقلب سازماندهی شکل را انداخته میشه و اینا، بعد زمانی این مسائل را مردم افغانستان گوش نکردن و بالاخره در شش میزان وقتی مردم آمد تصمیم گرفت، بعد از شش میزان اینا باز به دنبال می هستن. اینا میخواین با فضا سازی و با بدنام سازی کمیسیون های انتخاباتی که حالا پشت کمیسیون را گرفتن. آره اینا تا دیروز زمین هم ادعا نه داده سی کوچنه ادعا نه داده سی و ادعا نه داده چی
د دې پټه پاتې شي. دوی ویلي دي چې نظامی حمله شوې ده هلته، پولیسو حمله کړې ده او سیاریو یا ځانګړې قطعې هلته حمله کړې ده په مشخص ډول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې هغوی ته ګوته نیسي. ستاسو ناظرین هم په کمیسیون کې د شپې لخوا وي؟ هلته شته دی، موږ ناظرای ما اونجا بودن و ناظرای ما بس شنمی بود که اونا هم گفتن تنها یکی از قفلها که از دهلیز است، مولانا عبدالله تاکید کرد او شکسته شده بود و ناظرین خود از اینا هم حضور داشتن، اونجا ناظرینشان بودن. ولی بحثی هست که حالا وزارت دفاع کاملا رد کردن هیچ نوع هجوم صورت نگرفته، کسی به اونمو نقطه حساس که اونجا سرور مرکزی است نرسیده، تنها یک قفل از دهلیز شکسته شده بود. یعنی بس ناظرین تاییدی چی صرف دیو نه اولا اغم ناظرین نمانی خو دی مولانا عبدالله د خلی نزد خبر تسلا که اومد سی اغاو ویلی صرف دیو دهلیز قفل مات سویده. وست مونگ دا غارو ویو چی دا ثبات او همپالان تیم دوی طول تلاش داده، لکه مولانا عبدالله بانی پرون یو سوی قصد و سوی قصد دادی مخ که چی اغا پخپل لایف راشی طول دی ثبات او همپالان یو دی دکتر عبدالله شاو خواه چی کم زوانان او کم خلق دی دوی پرسانه که راغل وی یو انتحاری حمله مولانا عبدالله بانده که دلا به مولانا عبدالله راغی وی نه یو زوان و موترسکیل که اغا طول لایف برنامه راغل چی یو سلا و سلا و اغا رجال برجسته تمارفی شوال چی پیار رجال برجسته تحقیق وکی دوی مخ که دادی چی تحقیق وشی راغل دست یا خبرون یا شایعات پخش کرد چی گویا دی دولت جوراون که تیم یا زین نور کرده گواری چی مولانا عبدالله ترور کردی زکر چی مولانا عبدالله یا آقا به طرف سره یاد داده. یعنی دوی گواری ده غصی تبلیغاتونه زوانان و منس که ذهنیت داست خلق هدف چی کلی هدف داره، هدف بسیار واضح و روشن. هدفی است که اینا میخواین، اینا چون در روز شش میزان برشان آمار رسیده و از روی آمار میدانند که برنده انتخابات نیستن، اینا میخواین از بعد از شش میزان، حتی قبل از شش میزان، من خدمتتون گفتم فضا سازی بکنن در بین جوانان ذهنیت منفی ایجاد کنن، نهادهای انتخاباتی رو بدنام بسازن تا بعد از اینکه نتایج توسط کمیسیون انتخابات اعلام شد و تیم ثبات و همگرایی شکست خورد، بازو زمان اینا باز به مردم مراجعه بکنن که خب اینا کمیسیون در تبانی با دولت ساز شکست باندې څنګه پویږي؟ شکست از کجا؟ ما نمیخوایم رسمی ای بس کاملا نظر به بند سوم ماده 87 قانون انتخابات اعلام نتایج انتخابات از وظایف کمیسیون ها است، کمیسیون انتخابات است، ما نمیخوایم پیش داوری کنیم، ولی حداقل اینا در روز شش میزان آماری که از پیش ناظرین خودشان دارن فیصدی رایشان میفهمن، به همین خاطر تلاش دارن نهادهای انتخاباتی و روند ملی انتخابات را بدنام بسازن و از این بدنام سازی اینا بعد از اعلام نتایج بر خودشان فضا سازی دارن که باز اونجا اینا بتونن جوانان را بجاده بکشن، باز ادبیات خیابانی خلق کنن، باز نظم اخلال کنن، باز بالاخره پای خارجی ها را بکشانن و مسئله انتخابات. ما میخوایم برای دوستا بگیم که لطفاً بین به آرای مردم افغانستان در شش میزان احترام بگذارید. هر کسی را که مردم افغانستان انتخاب کرده بود او از بعد از اینکه نظر به طرز العمل و لوایح قانون کمیسیون انتخابات کار خودش را تکمیل کرد، اعلام کرد، بعد از اعلام هر تیمی که برنده هست برای حکومت بکنه و تیم بازنده همین شجاعت داشته باشه که تبریکی بپا. یعنی ما میخواییم برشان ختم میکنم ما دیگه همین حداقل به این نوبت اجازه بدیم که خود مردم افغانستان سرنوشت رو تعیین بکنن، ما باز پای خارجی رو در مسئله انتخابات نکشانیم و روند ملی انتخابات رو بیشتر از این در ذهنیت مردم افغانستان نکوبیم و این رو بدنام نسازیم. اجازه بدیم که کمیسیون ها کار خودشان رو بکنن، بعد از اینکه اعلام نتایج شد اگر باز مشکلی وجود داشت کمیسیون هم شکایت ها شما اعتراض داشتین بریم به اونجا مراجعه بکنین و اجازه بدین که حداقل این نوبت رای مردم افغانستان حکومت آینده را انتخاب بکنه. یعنی سرگز ماریا سب مصدق سب دغه سی یولو ادا چی اگر ډیټا سنټر ته یا ډیجیټلی سنټر ته یو څوک ورغلی او غلطه ساتونه تیر کړی یا دقیقي تیر کړی وي وای تاسو دا ټول پروسه بدناموي او ال دغه سی شواهد هم نشته چې ریښتیا د یو نظامی حمله تر سره شوی وي. تاسو جواب څه دی؟ خب اینا خودشون تایید کرد که همین قفل شکسته و کمیشنر کمیش بعد قبل مولانا خب یک کمیشنر گاهی دروغ نمیگه، اولا او جایی هست که همه میتونه برو ببینه که آیا شکسته یا نشکسته، دروازه شکسته یا آثاری حمله هنوزم موجوده، اینا میتونه بره اون بررسی بکنه که آیا چنین چیزی اتفاق افتاده یا نیفتاده. ما فقط خواستار بررسی و تحقیق هستیم. وای تاسو پروسه بدنامیگی پروسه بی باورکی کی بده قصه داوسه؟ ما خواستار شفافیتیم. آیا شفافیت پروسه رو بدنام میسازه؟ ما میگیم که آرای تقلبی وارد آرای واقعی نشود، این بدنام سازی پروسه است. ما مشخصا درست مصادق پختن مشخص حکومت
کما ادا چې وسه سلوخوا شوې دا د دولت جوړون کی ټیم وای چې تاسو دا پروسه پامدغه سي ادا او سره هم بدنامه وي دوی د خغل عبد الله نقلي قول وک ویل د دوی ناظرین دا نه منی چل د حمله هم صورت نیولې خب اینا د 2014 هم میګپ هم میزد د 2014 هم میگفتم تخلف شده خو ادعا از ما بود ولی در حد یک ادعا باقی نمند ناظرین اتحادیه اروپا تایید کرد توماس جانسون هم گزارشگر تحقیقی آمریکایی‌ها که یک نهاد بی‌طرف است تایید کرد گزارش هایش موجوده کتاب هایی که بعدا منتشر شد سیاست از درون آقای اسپنتا تایید کرد خاطرات آقای خرم تایید کرد کتاب سیاست افغانستان اینا را تایید کرد او زمان هم همی اتهامات به ما وارد میشد که شما دروغ میگید شما جوسازی میکنه شما فضا سازی میکند و شما انتخابات بدنام میسازید ما حالا میگیم انتخابات باشه انتخابات شفاف هر کی رئیس جمهور میشه هر کی انتخابات میبره از درون یک انتخابات شفاف بیرون شد خواهی چه اتروز پر چه نتیجه نده اعلان شوه تا ستاد تاکنو تقلب او یا غیر تقلب لکم معلومه که خواهی پریده چه کلا نتیجه اعلان شی اگر پروسیجر قانون هم دست دچ نتیجه اعلان شی بیا شکایت که میسون تلاش شد ول تخپل شکایت ثبت که و دغی پر نتیجه کی شاکر سر انتخابات چند مرحله داره مرحله اول روز انتخابات بود که قبل از اون مراحل داشت تبلیغات و کمپاین و اینا بود که دمون هم عدالت انتخاباتی نقض شد اینا رفت مرکز نظامی کمپاین گرفت آمد در ارگ ریاست جمهوری کمپاین گرفت از امکانات دولتی استفاده کرد ما از اینا گذشتیم گفتیم خیر رئیس جمهور مملکت اینی حق اضافی یا حق ویژه را به اینا میدیم در حالی که خلاف قانون بود خب روز انتخابات هم که انتخابات ششم میزان انتخابات برگزار شد شما دیدید که ویدیوها عکسها تصاویر نوشته های فراوان مبنی بر این که تقلب انجام شده منتشر شد خب حالا ششم میزان هم گذشت ما فقط میگیم اون چرا که تقلب شده ای آرای تقلبی از آرای واقعی مردم افغانستان پاکسازی شود تا این پروسه بدنام نشود ما یک پروسه شفاف داشته باشیم ما فعلا در یک مرحله از انتخابات یعنی جمع‌بندی آرا و روند پروسس آرا هستیم در این مرحله اگر ما کنترل نکنیم جلوگیری نکنیم خب اینا همه وارد نتیجه میشه آرای غیر بایومتریک وارد نتیجه میشه وارد سیستم میشه آرای تقلبی آرای بدون استیکر آرای که عکس تکراری داره آرای که عکس زیر سین داره آرایی که با شست های غیر از شست چپ وارد سیستم شده خب چندین فیلتر وجود داره یک فیلتر دستگاه بایومتریک است فیلتر بعدی این است که آرای تکراری باید حذف شوم آرای زیر سین آرایی که قبل از وقت بوده است قبل از ساعت 7 و بعد از ساعت 5 عصر 6 میزان بوده اینا باید تفکیک شود خب کمیسیون خدا اطمینان ورکی چه مونده کار که مونده اجازه را که چه بوده خب کمیسیون اطمینان میده ما به اطمینان کمیسیون باور داریم به تعهدی که اونا داده که انتخابات افغانستان به شفاف و ابرومند باشه خب باور داریم دکمه نظامی حمله ادعا چه تصویر ولی ما یک حق نظارت هم داریم یا نداریم حق افشاسازی داریم یا نداریم حق این که بخوایم انتخابات شفاف باشه داریم یا نداریم اینا در برابر شفافیت استاده اینا میگه آرای بایومتریک شما شمارش کنید هر رأیی که به ما آمده اینا رو شمارش بکنید وارد سیستم شد خیلی سوال دستیم دچی دقا کم ادعا چی تاسو وکرده نظامی حمله فکر نکه بیچه دقا نهاد مو پامده سرا بیباوره که ځکه کله چې یو څوک ډیجیټلی سنټر ته ورسیږي او غلطه دقیقې یا نیم ساعت هلته وخت تیر کی او هم غیر مسؤول کس خو دا ټوله پروسه تر سوال لاندې راغله نهادهای انتخاباتی چندین بخش داره یک رهبری کمیسیون های مستقل انتخابات است که رهبری شامل کمیشنرها میشه کمیشنرها همگی قسم خورده تعهد کرده عبرت گرفته از گذشته از انتخابات گذشته از کسانی که امروز پشت ملاهای زندان از انتخابات 2014 اینا میگه ما انتخابات شفاف برگزار میکنیم نتیجه شفاف را اعلان میکنیم این رهبری کمیسیون اینا همه باور داره ما به این باور داریم که اینا این کارو میکنن یکم بخش اداری کمیسیون مستقل انتخابات ما میگیم بخش اداری کمیسیون مستقل انتخابات تحت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات کار بکنه کار سر به خود نکنه دمی حمله دیشب که انجام شده دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با اینا همکاری داشته و مخصوصا مشاور امنیتی کمیسیون دمو حمله حضور داشته خب اینا باید مورد بازخواست قرار بگیرم حالا ما ایرا افشا کردیم که چنین حمله ای صورت گرفت و این حمله مسئله ولی شکایت که میسون تنو ویلا یا ولی دی مطبوعاتی کانفرنس په ترس کې مدام مسئله یاد کړه خو خبر نه ده چې په یو کانفرنس کې ویلی شي دا مستند کېدل په کارو دا د شکایت که میسون سره شریکول په کارو از یک انتخابات پر از تقلب
و از اگر انتخابات سیستم تقلبی سازمان یافته در قدم اول ثبات و همگرایی متضرر میشه، همونطوری که در 2014 شد. حق اولی بر ماست که تا ما اینا رو افشا بکنیم، بعد میرسه نوبت به کمیسیون شکایت انتخاباتی، به رسانه ها، مردم. اگر ما این کار نکنیم کمیسیون، هیچ کسی این توان نداره. ما ناظرین مسلکی اونجا داریم، کسانی بوده که به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودم و یک تیم مسلکی که تمام حرکات و سکنات و تمام جزئیات روند پروسه سیارا رو زیر نظر داره. اونا مرحله به مرحله به ما گزارش میده و از هر اتفاقی که اونجا رخ میده به ما گزارش میده. ما میگیم که نیروهای ویژه، نیروهای خاص که اینا البته هم مأمور بوده، از سوی کسی مأمور شده که حمله بکنم. چاله معین ارشد امنیتی باید در زمینه پاسخ بده که نیروهای تحت امرش با فرمان کی اونجا رفته، آیا خودش فرستاده، بی خبر بوده و چی کسی اینا رو روان سر به خود رفته؟ خپل امنیتی معین ته چاله خوا امر ورکل شوی خواه این نیروها مربوط معین ارشد امنیتی است. معین ارشد امنیتی مسئولیت هدایت و فرماندهی هم این نیروها رو داره. جنبندی که بیام را کردم آریا سب بیام در سازماندهی شو تقلب خبر ده او اتا و اگه انتخاباتی عدالت هم په پام کې نه دی نیول شوی، وای موږ په انتخاباتي مبارزو کې هم ورته مسله وه، اوس هم د شپږم د میزان باندې هم دغسې ټاکنې شوي دي. ستاسو ټیم په دې باندې تورن ده چې غواړي هغه رایې هم حساب کې شاملې کړي چې هغه بایومیټریک شوي نه دي او یا درغلي شوي رایې دي. ببینین بس بایومتریک را خوینال مطمئن شدن که دست انتخاباتی دولت ساز هم با قاطعیت گفت که رای های بایومتریک را ما قبول داریم باید حساب شود، بعد آلی آمدن، بعد از اون مرحله آمدن کمیسیون را بدنام میسازن. ولی یک قسمت رای دیگه که اینا از او به اصطلاح سوء تعبیر میکنن، یک قسمت رای دیگه را که ما باور داریم خیلی از رای های دکتر سب عبدالله هم تیم ثبات همگرایی هم دو شامل هست، رای هست که در امون روز کمیسیون انتخابات آمد اعلام کرد، گفت اگر کسایی که در لیست نیستن شما میتونین رای از اونا را بگیرین، بعد از اینکه رای از اونا را گرفتین بعد این رای ها در مرکز میایه باز اونجا فیلتر میشه. و نمور رای را ما میگیم که وقتی مردم افغانستان در روز شش میزان با تحمل خطرات آمدن در ولایت رای دادن، اگر اونا در لیست نامشان نبوده رای خود استفاده کردن، اجازه بدین امیر کمیسیون نظر به مو طرز العمل و لوای خودش فیلتر بکنه که آیا باز این رای درست است یا نیست. ما طرفدار رای سیاه نیستیم، جدا دنبال شفافیت هستیم، ولی ما به قاعده بازی احترام داریم. جدا اینا قاعده بازی را مراعات نمیکنن. مثلا شما قاعده بازی چی است؟ وقتی دیشب بیکار صورت گرفته بود که بسیار سم شکایت به عنوان محکمه انتخاباتی، اینا اول میرفتن این مساله را با کمیسیون در جریان میگذاشتن، تحقیق میکردن، اگر دست بود صورت گرفته بود باد میآمدن، گپ بزرگ میکردن، کنفرانس مطبوعاتی میگرفتن. ببینید دیشب ساعت 2:30 بجه شب تمام اطرافیان دکتر سید عبدالله کمیته سیاسی ثبات و همگرایی در رسانه های اجتماعی در توییتر در فیسبوک خود انداختن که در سرور دسبور صورت گرفته. تقلب ببینید این بدنام سازی نهاد کمیسیون انتخابات، خب بالاخره یک هدف دارن اینا که میخواین بدنام بسازن. اینا گفتن که بس 2014 را یاد کردن. ببینید در 2009 شما باید دارید مردم افغانستان باید دارن همین دکتر سب عبدالله آمدن زمانی در مقابل آقای کرزی شکست خورده بودن، گفتن تقلب شده و اینان، زمانی آقای کیری آمد و یک قسمت هم ده ها میلیون دلار برای اون پول مصرف کمپاین اینا داد، بعد هم یک گلاس آب را نوش جان کردن که میلیون ها دلار ارزش داشت، گفتن ما بدل دو انتخابات نمیریم انصراف دادن. در 2014 آمدن گفتن قطق قطق شوی ما نمیگذاریم و بالاخره حق ما را میگیریم، زمانی آقای کیری آمدن ریاست جایه برای اینا دادن اینا خاموش شدن، دیگه از تقلب یاد نکردن. باز رئیس جمهور غنی رئیس جمهور از اینا شد. خب خلق عبدالله چی وای مجبوریت نموده؟ مجبوریت خود امو زمان تحول و تداوم داشت که با وجود رای بیشتر داشت آمدن، حداقل اینا را به عنوان مزایم خودشان قبول کردن و شما در 5 سال هم دیدید نه طرح بود نه برنامه بود، فقط اون موج ریاست جایه بود و تشریفات بود. ولی اون په بخن سوال من نمیخوام به او بس برم، من میخوام سر از این مساله میخوایم بس بیم سر از این مسئله. اینو ما میگیم دوست ما یک بس پیشتر گفتن در ارتباط با کمیشنرها، اینا خودشان در این بسشان دوچار یک تناقض شدن. از یک طرف میگن ما با کمیشنرها و با رهبری کمیسیون اعتماد داریم، از طرف دیگه باز یک بخشی از کمیسیون را متهم میکنن که نه اینا در این مسئله دخیل هستن. زمانی که شما به رهبری کمیسیون اعتماد دارین، خب باز به تمام کارمندان از یا تحت مدیریت از اونها باید باور داشته باشین و اجازه بدین که رهبری کمیسیون های انتخاباتی تصمیم بگیرن. کل بازی و کل برنامه برزینمی است جناب شاکر سید که تلاش برزینمی است
که بعد از اعلام نتایج انتخابات اینا حداقل یک لشکری را به دنبالشون داشته باشند و این لشکر از دوستی ما به این طرف ذهنیت داده شده. جوانایی که در این وطن هستن اینا را تحت نام از اینکه حق شما پایمال شد، در حالی که شما میدانی مردم افغانستان برای اینا رای ندادن. بس که من میگم رای ندادن، گپ ما خلاص میکنم. ما دو تا مثال میتونم مردم افغانستان قضاوت کنند. بدخشان به عنوان، حالا ما خیلی نمیخوایم افغانستان رو تقسیم کنم، ولی یک واقعیت انتخابی نسبی رو اشاره میکنم. بدخشان به عنوان پایگاه دکتر عبدالله 61000 نفر رای میده، در حالی که در 2014 250000 نفر رای داده بود. ننگرهار اگر ما مثال بزنیم 250000 نفر رای میده. این عامل از این بدنامسازی دکتر عبدالله هست که 2014 انتخابات نه ارقامی که کمیسیون حداقل داده، این که آماری است که رای دهنده، یعنی ما میگم از 61000 نفر بدخشان تا 250000 نفر ننگرهار شما قیاس بکنید که کدام تیم برنده است و کدام تیم بازنده است و اینا به دنبال چی هستن. با این مسئله باجمر ایوا جمله بالاخره مصدق سب اهل راسه بوله و دغه سی مو وضعیت و انتخابات و ابتدایی نتایج نه دی اعلان شوی، بالاخره دغه پروسه کې دغه سی اتهامات هم را منسته کیږي. هل عربسی ما میخوایم انتخابات شفاف باشه، از درون انتخابات شفاف هر کی پیروز میشه نوش جانش باد، ولی به هیچ عنوان یک انتخاباتی که نتیجهش بر اساس آرای تقلبی باشه ما نمیپذیریم. آرای تقلبی از غیر تقلبی باید تفکیک شوه و جدا شوه. اینا میگه که کسانی که لیستشان نبوده، کمیسیون گفت کسانی که لیستشان نیست میتواند رای بدهد، اما با بایومتریک میتواند، با معلومات بایومتریکی اینا رایشان قابل قبول است. وقت خلاصه، وقت خلاصه. یک جمله را میخوایم بگم. با افغانستان یک سرنوشت سیاسی افغانستان را به خاطر چند روز رسیدن به قدرت اینا نباید با خطر مواجه بکنن. نهادهای ملی را نباید آبرویش رو بدن. اجازه بدید که یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم و از این انتخابات شفاف و عادلانه هر کسی که رئیس جمهور میشه ای ام اعتبار داره، ام مشروعیت داره. ما میتونیم در اول جمله ما میگم که مردم افغانستان میدونن که کدام تیم به دنبال بدنامسازی روند انتخابات هستن و کدام تیم از سه ماه به این طرف قاعده بازی رو احترام کردن و به استقلالیت نهادها باور داشتن. ما میگیم که اجازه بدین شفافیت تامین شود و کمیسیون ها اعلام بکنن برنده را و ما بریم طرف یک حکومت مقتدر و در اونجا دیگه مظاهر چلکندر نداشته باشیم. ما جرم افشا میکنیم. آیا جرم افشا کردن جرم بدنامی هست؟ او وظیفه شما نیست. جرم از خود محکمه در حال محکمه در حال محکمه در حال کمیسیون سم شکایت تصدیق کنه که این جرم هست یا نیست. ادعا جرم نیست. دیره من کور مدن شرای پا موضوع مرسر باز کنم. در تاکن کمیسیون پر دیجیتال مرکز دبرید ادعا تاسود باز تبیه ادعا ملده تبیه امو اللہ ملشا.